سلام بینندگان گرامی، دویومی اکتبر برنامه خبری امروز است. در استودیو با شما شهرت رحمت الله و شروع میکنیم از سرخط خبرهای روز. آغاز فصل شکاری جوانان. کارمندان کمیسریت حربی در روز نخستین موسم تیرماهی دعوت به ارتش یعنی ابلاو شروع کردند. امیدواری های عبدالسلام سعیدوف از دادگاه روسیه. سفارت تاجیکستان برای حمایت حقوق عبدالسلام سعیدوف پدر مرحوم هویدا طلازاده وکیل تعیین کرد. امام خطیب ها را در تاجیکستان استفاده اینترنت را آموزش می دهند. درباره شروع شدن ابلاو، اولین شده خبرنگاری آژانسی آسیا پلوس از داخل میکروافتوبوس کمیسریت حربی خبر ویدیویی پخش کرد. روزنامه‌نگار عبدالله غربتی را ساعت 10 شب در ایستگاه سیرک دستگیر کرده اجباراً به ماشین شناندند. در نوار خبرنگار که به طور پنهانی رفت ابلاو را ثبت میکرد، دیده میشود که کارمندان کمیسریت حربی در یک ماشین در کوچه های دوشنبه عسکران آینده را شکار دارند. میکروافتوبوسی که از مرشودکه های شهر فرق کرده نمی شود، در نزد جوانان استاده جوانان را بدام می افتانند. در نوار صدای کارمندان کمیسریت حربی شنیده می شود که به سوی جوانان بازداشت شده داخل میکروافتوبوس با لفظ درشت صدا زده مناسبت دغلانه می کنند. یکی از حربیان جوانان را حتی تسکین می دهد که می روید به وطن خودتان خدمت می کنید. به من نه، به این نه، به وطن خودتان. صدای یک جوان دیگر هم می آید که شرح می دهد این ابلاو است و آنها را از کوچه داشته مجبور به خدمت حربی برده استادند. خبرنگاری آسیا پلوس امروز بعد از رها شدنش خبر داد که کارمندان کمیسریت حربی در میکروافتوبوسی زیر رقم 33 به شکار برآمده بودند. به گفتی عبدالله غربتی، آنها گواهنامه او را درباره خبرنگار بودنش نادیده گرفتند. او همچنین میگوید که در عملیات کمیسریت حربی کارمندان میلیسا نیز اشتراک داشتند و او را به شرط لغو کردن نوار از صفحه فیسبوکیش رها کردند. خاطر رسان میکنیم که موسم تیرماهی دعوت به ارتش از 1 اکتبر تا آخر ماه نویبر دوام میکند. در گذشته وزارت مدافع تاجیکستان در یک اظهاراتش عملیات ابلاو را غیر قانونی نامید، ولی با وجود این کمیسریت های حربی که زیر ساختار وزارت مدافع میباشند از این اصول جلب جوانان به ارتش دست نکشیدند. به نظر کارشناسان سبب اصلی سرپیچی جوانان از خدمت این جای داشتن بدرفتاری در ارتش است. همچنین در جامعه تاجیکستان اندیشه چرخ میزند که ارتش کشور صرف فرزندان کارگران عادی به عباره دیگر کمبغل عبارت بوده، پسران وزرا و رؤسا از جمله دو پسر امام علی رحمان ادای خدمت نکردند. سفیر تاجیکستان در روسیه دیروز عبدالسلام سعیدوف پدر مرحوم هویدا طلازاده را پذیرفت. در خبری رسمی گفته می شود که امام الدین ستاروف با مقصد پیگیری قضیه کشتار دهشتبار هویدا 5 ساله با پدر او و وکیل نوتعیین شوکت عمروف که با توصیه سفارت تاجیکستان حقوق و منفیت های جبردیده را حمایت می کند صحبت انجام داد. گفته می شود شوکت عمروف یکی از ادوکات های پر تجربه بوده، مدت 5 سال اخیر در روسیه از حقوق و منفیت های شخصانی حقوقی و انفرادی حمایت می کند. ضمن واخوری امام الدین ستاروف تاکید کرده است که جانب تاجیکستان به ادامه تفتیشات واقع بینانه و بی‌غرضانه پرونده جنایتی مذکور این چنین ناگزیر بودن جزا به شخصی که چنین کردار دهشتناک را نسبت به شهروندی نابالیغ کشور صادر کرد باوری دارد. بررسی دادگاهی گمانبر به کشتار هویدا 5 ساله 30 سپتامبر دایر شد. مرافعه بنابر ادامه تبابت اجباری عیبدار شونده الکساندر سیومین موقوف گذاشته شده است. اخیرا رسانه ها نوشته بودند که عبدالسلام سعیدوف بعد از بازداشت شدن وکیل مدافعش دگیر خسوف به ادوکات نیاز دارد. برخی از فعالان اجتماعی تا این دم سفارت تاجیکستان را به بی‌اعتنایی به مشکل عبدالسلام سعیدوف پدری مرحوم هویدا عیبدار میکردند. اکنون چنین به نظر میرسد که سفارت در این سمت
فعالتر گردیده است. زیاده از 100 امام خطیب از منطقه های گوناگون تاجیکستان از ترنینگ آموزش اینترنت گذشتند. این آموزش در سمت مقابله با اینترنت تبلیغ واعظان بردروغ که در جلب کردن جوانان و تشکیلات های اکستریمیستی مشغولند روانه شده است. در این باره آسیا پلوس با استناد به دفتر اینستیتوت جنگ و صلح در تاجیکستان خبر داده است. ترنینگ ها از جانب IWPR در یک جایگی با کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها و مرکز اسلام شناسی جمهوری تشکیل کرده شده است. در مشغولیت ها به امامان اساس های استفاده رسانه ها و شبکه های اجتماعی را آموزانده اند. اینچونین چی گونه رد کردن و جواب گفتن به اظهارات واعظان اکستریمیستی تعلیم داده شده است. و روحانیان نمونه های تأثیر و استفاده برندگان اینترنت که ملاهای کاذب از آن استفاده کردند نشان داده شده است و درباره وسیله هایی که با مردم در اینترنت رابطه برقرار کردند تعلیم داده می شود. هماهنگ کننده این لایحه لاله علیموا گفته است البته به امام خطیبان آموختن استفاده شبکه های اجتماعی کاری آسان نیست، خاصتا به قسم کلانسال آنها، اما احساس می شود که آنها توجه دارند. امام خطیبان جوان زودتر می آموزند. بعضی آنها علاقه شبکه های اجتماعی را استفاده می بردند ولی نمی دانستند چگونه تاثیر منفی ملاهای دروغین را از اینترنت پیشگیری کنند. امام خطیبان از تورسونزاده، خوجند، کانیبادام، ونج و ناحیه درواز علاقه از ترینینگ گذشتند. روزهای نزدیک چونین آموزش ها در ولایت ختلان برگزار می شود. رستم عزیزی، معاونی دیرکتور مرکز اسلام شناسی در شرح این خبر در صحیفه فیسبوکی خود نوشته است. تنظیم کنندگان این برنامه خودشان علاقه از زبان نفرت استفاده کردند. آن هم با نام بردن به قسم از ملاها با ملاهای اینترنتی و ملاهای دروغگین یعنی پسیفدام ملا. در حال دعوا دارند که زیدی نفرت و تونگرایی مبارزه خواهند برد. حالا من از آن نپرسم که این امام خطیبان کی وقت میابند که مشغول جنگ های اطلاعاتی باشند؟ در شرح این خبر محمد اقبال صدرالدین کارشناسی مسائل سیاسی و دینی چنین میگوید. در مورد آموزش امام خطیبان با اینترنت و فناوری های مربوطی آن که این برمیگردد باز هم به همون حکومتی که مردم این کشور را به این حالت ها رسانیده است و نقطه آخران وقتی که میبیند دیگر هیچ راه برایش وجود ندارد، برمیگردد به کی؟ به همون دینداران، به همون هایی که تا امروز علیهشان مبارزه بی امان برده است، باز میخواهد که آنها از این رژیم حمایت کنند. ولی هرگز باید فراموش نکنیم که امام خطیبه که اون اگر درک، ایمان، وجدان و تمام اون فرموده های الله سبحانه و تعالی و شریعت اسلام را به خوبی درک کرده باشد، می فهمد که آنها را در مقابل کی دارند قرار می دهند. و ما با یگان علمای دین، ما با یگان شخصیت هایی که در داخل تاجیکستان زندگانی دارند، یعنی مخالفان سیاسی کشور، چیزی ننوشتند و هرچی که مخالفان سیاسی کشور عمل میکنند بر علیه یک نظامی که اون دارد، همین امام خطیبان زیر ظلم و فشار اونها قرار دارند. مخالفان سیاسی هدفشان نیکو احوالی همین امام خطیبه که بزرگی در کمیته دین یا مرکز اسلام شناسی برایش خطبه های آماده میکنند تا اینکه اون برآمده به جای اینکه سخن از الله و رسول بگوید، میبراید در چی؟ یعنی که در منبرهای مساجد سخنهای میگوید که اصلا به دین و به اسلام و به معنویات هیچ ارتباطی ندارد، در حالتی که دین از دولت جدا است، در حالتی که نباید دولت در عملهای دینداران دخالت کند و دینداران هم در مسائل دولت، یعنی که در اون چه که با دولت ارتباط دارد، دخالت نباید بکنند، ولی حمایت کردن از حقوقهای خودشون هر شهروند این میتواند که انجام بدهد و این کار یعنی که یکان ثمره نمیتواند بدهد برای اینکه از یعنی که دست این امام خطیبان اون چیزی که باید انجام بدهند نمیتوانند انجام بدهند، با آموزش فناوری های اینترنتی یا که
اموختن اینها با مسنجر با فیسبوک و با اینها یعنی که چی میتواند باشد وقتی که یک نفر مخالف سیاسی از بیرون کشور برایشان نوشت که آیا در تاجیکستان چنین جنایت انجام دارد حکومت تاجیکستان چی امام خطیب باید جواب بدهد که نه چنین جنایت یا که چنین عملی وخیمی در کشور صورت نگرفته است پس فهمیده می شود که این عملهایی که انجام میدهند تا امروز و دادند و میخواهند که انجام بدهند اینها به نفع این حکومت نیستند حکومت باید با جای این که در فکر نکاح احوالی مردم باشد برای مردم آسانی یعنی که تقدیم بکند دارد عملهایی را انجام میدهد که بالاخره بر علیه خودش صورت میگیرد خاطر رسان میکنیم که قبلا هم در ماه اکتبر سال 2018 مقامات یک گروه بزرگ امام خطیبان دوشنبه را برای تماشای صحنه تئاتری به نام جوانان پایتخت برده بودند. در تاجیکستان تقریبا 4000 مسجد موجود بوده است. امام ها زیر نظارت مقامات کار میکنند و آنها را کمیته دین تعیین میکند. علاوه بر این آنها از دولت معاش میگیرند. این در حالی است که قانونهای دولتی دنیوی همه گونه دخالت دولت در امور دین و دیندار را منع میکند. حتی معاش را. مقامات لهستان به درخواست رسمی گروه 24 پاسخ گفته است. در این باره در سامانه رسمی این گروه گفته می شود. هیئت از این گروه رسما از دفتر امور مهاجران در جمهوری لهستان دیدن نموده خواسته اند حادثه رخ داده با مصطفی حیاتوف را رسما شرح بدهند. نمایندگان دفتر امور مهاجران در پاسخ گفتند که 25 سپتامبر سال جاری مصطفی حیاتوف از کشور لهستان مجبوراً اخراج شد اما درباره به کجا و سبب اخراج مصطفی چیزی نگفتند همین گونه تا حال جای بود و باشی این عضو گروه 24 نامعلوم باقی میماند یادآور میشویم که مصطفی حیاتوف یک فعال سیاسی گروه 24 در تاریخ 25 سپتامبر از جمهوری لهستان اخراج شد او قبلا از این کشور درخواست پناهندگی کرده بود همچنین مصطفی حیاتوف مسئولیت بخش تبلیغاتی گروه 24 را در شبکه‌های اجتماعی بر عهده داشت حیاتوف سالهای 2016 و 2017 در انجمن‌های سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا از نام این گروه اشتراک کرده است بینندگان گرامی در اینجا برنامه امروزه ما به پایان رسید تا برنامه دیگر اگر مطلب و پیشنهاد دارید می توانید طریق پشتی الکترونی واتساپ وایبر تلگرام و ایمو به ما بفرستید رقم برای تماس 48519 767 404 تا برنامه های دیگر خدا نگهدار